برنامه چین و روسیه برای ساخت ایستگاه فضایی در ماه. سازمان‌های فضایی چین و روسیه با امضای قراردادی قصد دارند یک ایستگاه فضایی را در سطح یا مدار کره ماه ایجاد کنند. این ایستگاه که ایستگاه علمی و بین‌المللی کره ماه نام گرفته، برای انجام طیف وسیعی از آزمایش‌های علمی مثل اکتشاف در این قمر و بهره‌برداری از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. چین و روسیه اعلام کردند پس از آغاز فعالیت ایستگاه یاد شده، سایر کشورها نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. هنوز زمان و میزان بودجه‌ای در نظر گرفته شده برای ساخت این پروژه فضایی اعلام نشده است. کشف یک ویژگی حیرت‌آور در حلزون‌های دریایی. برخی حیوانات قادرند پس از دست دادن عضوی از بدن مثل دم یا پا آن را دوباره رشد دهند. اما دانشمندان به تازگی به یک ویژگی جدید در دو نوع حلزون دریایی پی بردند. این حلزون‌ها می‌توانند پس از جدا کردن سر خود از بدن به شکل ارادی، مجدداً یک بدن جدید و کامل به همراه قلب و سایر ارگان‌های حیاتی را رشد دهند. این فرآیند که قطع عضو ارادی نامیده می‌شود، در حیوانات دیگری مانند مارمولک، سمندر و حتی تمساح‌ها نیز دیده شده. اما تنها به رشد مجدد دوم محدود می شود. محققان ژاپنی با نظارت بر این حلزون‌ها پس از جدا شدن سر متوجه شدند که سر آنها به طور جداگانه شروع به حرکت می کند و پس از گذشت یک هفته قلب جدیدی به وجود می آید. این حیوان قادر است در کمتر از سه هفته یک بدن کامل و جدید برای خود به وجود بیاورد. محققان در نظریه خود برای این ویژگی عجیب حلزون‌های دریایی اعلام کردند این حیوانات می توانند با استفاده از جولبک مانند گیاهان فتوسنتز کنند. عزم ناسا برای بازگشت به ماه. ناسا فرایند مونتاژ دو موتور فضایی خود را با موفقیت به اتمام رساند. این راکت‌های فضایی در نسل بعدی سیستم‌های پرتابی غول‌آسای ناسا به کار گرفته می‌شوند. زمانی که این سیستم به بهره برداری برسد، ناسا قدرتمندترین راکت‌های فضایی جهان را در اختیار خواهد داشت. سیستم پرتاب از چهار موتور قدرتمند تشکیل شده که در انتها قرار دارند و دو راکت تقویتی جانبی نیز به افزایش قدرت آن کمک می‌کنند. آمریکا قصد دارد با استفاده از این سیستم پرتابی پروژه فضایی خود موسوم به آرتمیس را که برای اعزام دوباره فضانوردان این کشور به سطح کره ماه طراحی شده عملی کند. کشف چگونگی تشخیص رنگ در گونه‌ای از کرم‌ها. دانشمندان دانشگاه ییل شواهدی یافتند که نشان می‌دهد گونه‌ای از کرم با وجود نداشتن چشم قادر است رنگ آبی را تشخیص دهد. این گونه در خاک به دنبال باکتری می‌گردد، اما از نزدیک شدن به یک نوع باکتری سمی که رنگ آبی دارد خودداری می‌کند. تحقیقات و آزمایش‌های دانشمندان آمریکایی مشخص کرد که رنگ آبی می‌تواند در رفتار این جانور بی‌مهره که دارای هیچ نوع سیستم بینایی نیست تاثیرگذار باشد. کشف دو ژن مرتبط با تشخیص رنگ در این کرم‌ها چگونگی انجام این فرایند را تا حدودی مشخص کرد. درک بهتر ارتباط میان حس بویایی و زنده شدن خاطرات. یک تحقیق جدید توسط تیمی از دانشمندان بین‌المللی نشان می‌دهد که بو چگونه می‌تواند سریع‌تر از سایر محرک‌های بیرونی خاطرات ذهن را زنده کند. این تحقیق با استفاده از تصویربرداری عصبی مشخص کرد عصب‌های بویایی به طور مستقیم با قسمت هیپوکامپوس مغز ارتباط برقرار می‌کنند. فرایندی که علت ارتباط بسیار قوی میان استشمام بو و زنده شدن خاطرات را مشخص می‌کند. عصب‌های مربوط به سایر حواس انسان پس از اتصال به قشر مغز با هیپوکامپوس ارتباط برقرار می‌کنند. این بخش از مغز در تشکیل، سازماندهی و نگهداری حافظه و اتصال احساسات و حواسی چون بو و صدا به خاطرات نقش مهمی دارد.